بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید خب انتخابات ترکیه به دور دوم کشیده شد تقریبا در جریان کم و کیفش هستید اما میخوایم بریم توییت برخی از اصلاح طلبان رو در این باره ببینیم و یه نقدی داشته باشیم یه تحلیل کوتاه که شما هم در جریان باشید عباس عبدی از فعالان اصلاح طلب گفته امروز ترکیه و مردم آن برنده واقعی این انتخابات بود راه حل نجات بخش ایران برگزاری چنین انتخاباتی است نه کاریکاتوری به نام انتخابات 1400 قدرت واقعی حکومت اینجاست افتخار حکومت و دولت ترکیه است نفر بعدی جناب عبدالناصر همتیه رئیس اسبق بانک مرکزی به نقل از وزارت امور خارجه گفته مشارکت بالای مردم ترکیه نشانه پیروزی مردم سالاری در این کشور مسلمان و همسایه است اگر مشارکت پایین بود نشانه چی میشد یعنی داره گریز میزنه به انتخابات 1400 ایران ایشون هم عبدالله رمزانزاده هستن گفته ترکیه برنده انتخابات شد اما یکی دو تا پاسخ بهشون دادن مثلا در پاسخ به عبدی یه کاربری اومده گفته که یه بارم ابدی حرف حساب زد خوب برای انتخابات بعدی مثل ترکیه هر کسی که رأی نداد جریمه نقدی بشه تعرفه رای هم طوری تنظیم بشه که رأی باطل و سفید نداشته باشیم هر کی هشتک رای اجباری زد هم جوری تو دهنی بخوره که دیگه دهن باز نکنه مخصوصا اگر از قماش ابدیو و رمزان زاده باشه داره اشاره میکنه به قوانینی که توی ترکیه است ظاهرا اگر کسی رأی نده 300 لیر جریمه میشه به سری محرومیت اجتماعی داره اینکه شما میبینید آقا مشارکت بالاست بله یه بخشیش به اون دو قطبیه برمیگرده مثل احمدی نژاد و میرحسین که تو همین جا یه دو قطبی ایجاد شد مردم رفتن هرکس به کاندید خودش رأی بده اما یه بخش عمده ایش عامل اصلیش رو میتونیم بگیم همون جریمه نقدی و محرومیت های اجتماعی که مردم ترکیه میان و شما این مشارکت میره بالا یک کاربر دیگه در پاسخ به عبدالناصر همتی گفته وعده های انتخاباتی شما باعث افزایش نرخ مشارکت نشد چرا؟ سوال پرسیده یک کاربر دیگه هم اومده گفته نشانه افزایش 700 درصد قیمت ارز طی 8 سال ریاست حسن فریدون و چهار سال ریاست شما بر بانک مرکزیشون بود حالا میخوایم بریم یک کلیپ ببینیم بعد یه سری آمارها رو هم با هم دیگه داشته باشیم اولین کلیپ رو ببینیم که صحبت های آی همتی در جریان مناظرات انتخاباتی 1400 بود اما دو تا نکته قبلش خدمت عزیزان بگم یکی این که من فکر میکردم جناب آی زاکانی پوششی هستند ولی الان فهمیدم سوپر پوششی هستن بنابراین به هیچ وجه وقتم و صرف پاسخ دادم بهشون نمی نکته دوم این که گفتن چرا اومدی بانک مرکزی من بانک مرکزی اومدم افتخارم اینه که در شرایط بسیار سخت در کشور بانک مرکزی رو اداره کردم الان یه سری آمارها رو بهتون نشون میدم مستند که دیگه خودتون قضاوت میکنید که ایشون موفق بوده یا نه نذاشتم ایران ونزوئلایی بشه و مطمئن باشین الان هم اومدم که رئیس جمهور بشم نذارم اقتصاد کشورمون به سمت اقتصاد کره شمالی بره یعنی در دوران بانک مرکزی ایشون خودش رو موفق میدیده اومده رئیس جمهور بشه اما سخنی با مردم عزیز دارم برای اینکه دقیق صحبت ها عرض بکنم از رو مت می که کلمه ای رو از جان اندازم مردم من هنوز پیروز این انتخابات نیستم چون اکثر شما تا الان تصمیم دارین که رأی ندین چرا تصمیم داشتن رأی ندن تو که الان اون رو هم بهش اشاره میکنم اما از شما دعوت میکنم لطفا تجدید نظر کنین برای تقویت جمهوریت نیاز داریم قدرت بی قدرت ها را نشون بدیم ما زمان نداریم برای احیای توسعه کشور ما ایرانی ها دیگه حق و فرصت اشتباه کردن نداریم جامعه ایران در حال پیر شدنه چهار سال دیگه یک سری فرصت های طلایی بین المللی توسعه ایران از دست میره میلیون ایرانی میتونن از زیر خط فقر در بیان اگر این چهار سال از دست نره همسایه های ما در حال جلو افتادن از ما هستند اگر امروز درست انتخاب نکنیم 20 سال دیگه همچنان داریم غیر رایگان و ارز 4200 توضیح میکنیم حتی از عراق و پاکستان هم عقب میفتیم ما الان به همت شهید سلیمانی ها قدرت منطقه ایم باید اقتصاد اول منطقه هم باشیم ولی نیستیم اگر امروز درست انتخاب کنیم الگوی اقتصادی منطقه خواهیم شد در میان نامزدهایی که امروز روبروی شما هستند من توانایی و دانش این کار رو دارم خب یه لحظه اینجا نگه داریم وظیفه بانک مرکزی چیه حفظ ارزش پول ملی دیگه این از سال 97 تا 1400 یعنی دوره ریاست آی هممتی بر بانک مرکزی این افزایش نرخ دلار رو داره نشون میده تقریبا فکر میکنم تا 20 سه 4 تومن رو هم که فکر کنم رد کرد حالا دقیقش خاطرم نیست چقدر بود. 23 بود 24 بود یادم نیست ولی این نوسان رو دارید میبینید دیگه از کجا تحویل گرفته کجا تحویل داده نابودی پول ملی شما از 97 به بعد تغییر قیمت ها رو ببین از اردی بهشت 97 استارت میخوره پراید 15 20 میلیونی تا 200 میلیون 250 میلیون الان تا 350 هم که میگن ضعیف ترین خودروی ایرانی تو بقیه چیزا هم همینطور قیمت ها رو قشنگ نگاه بکنید ایشون وظیفهش در بانک مرکزی این بوده و این رو نشانه موفقیت میده اومده بود کاندید شد برای ریاست جمهوری حالا میگه ترکیه دمش کم که, که این انتخابات رو داشته و اینها مشارکت چرا تو ایران پایینه اگر یک هایی که شما بخواید هم یک سری مشکلات اقتصادی کشور حل میشه بعد از چند سال جنگ تحریمی جامعهمون یه نفسی میکشه و روی ریل توسعه میفته و هم جمهوریت تقویت میشه خیلی ها نتیجه انتخابات رو از پیش مشخص میدونن ولی ما میتونیم نتیجه به صحنه رو عوض کنیم کمکی که از شما میخوام و از شما برمیاد اینه که اولا خودتون رو را خودتون رأی بدین و اگه اعتراض هم دارین اعتراضتون رو با رأی به من نشون بدین یعنی میگه اگر تا 1400 به وضعیت موجود اعتراض دارید که ما اون دولت بودیم بیایید به من رأی بدید من نمیفهمم اینو آقا شما نسبت به سعید وطن دوست اعتراض داری چهار سال بعد دوباره بیا به همین سعید وطن دوست رای بده یعنی عامل وضع موجود فکر میکنم همین جاش کافی باشه بریم نمودارهایی که گفتم رو خدمت شما ارائه بدم این نموداری هست که مربوط به تورم سالان است منبعش هم مرکز آمار است سال 92 به بعد که این دو سه سال اولی که شما دارید میبینید پایین هست به خاطر اون بحث نگه داشتن قیمت دلاره شما یه فنر رو فشار میدی به زور نگه داری اما یه جا از دست در میزنه بیرون کجا میزنه بیرون 97 به بعد این تازه تورم سالانه است تو تورم نقطه به نقطه دولت روحانی هاشمی رفسنجانی رو سفید کرد سال 74 بود 75 بود خاطرم نیست یه افتضاح تورمی اون موقع داشتیم اینجا هم داریم 44 خورده ای هم رد میکنه تازه این تا 99 1400 شم نیست آمار بعدی که دارید میبینید این نمودار مربوط به ضریب جینی در یک دهه گذشته است از سال 90 به بعد ضریب جینی هر چی پایین تر باشه نشونه کم شدن فاصله طبقاتی در جامعه است یعنی فاصله دهک اول تا دهم کمتر شده به عبارت ساده تر هر این عدد پایین تر باشه قشر مستضعف جامعه اوضاع بهتری داره اما هرچی چی عدد بره بالاتر یعنی اون پولدار خیلی پولدار شده این بدبخت بیچاره عقب مونده ضعیف شده داغون شده ترکیده این هم که دارید میبینید دیگه تا سال 98 نمودار بعدی میانگین رشد واقعی سالانه اقتصادی ته 14 اخیره ده 60 رو دارید میبینید بالای 3 درصد اون دوره که ما تو جنگ بودیم دهه هفتاد دوباره نزدیک به چهار درصده ده هشتاد پنج درصد رو رد کرده اما تو دهه نوت که دولت مطبوع های همتی و دوستانشون و اصلاح طلب ها بوده 29 صدم درصد یعنی به یه درصدم نمیرسه یک فاجعه اینا اقتصاد ایران رو اینجوری مدیریت کردن بعد اومدن تو انتخابات 1400 هم که آقا به ما رأی بدید حالا میگن چرا مشارکت پایینه این میانگین قیمت یک متر مربع واحد مسکونی تو شهر تهرانه سال 92 حدودا 4 میلیون بوده سال 99 باز 1400 تو آمار نیست بیش از 30 میلیون یعنی 7.5 برابر تقریبا اینا خب عملکرد دولت گذشته است دیگه مردم خوشون قضاوت بکنن اینم درآمد سران است یعنی سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی سال 88 66 بوده سال 98 48 700 یعنی هی اومده پایین خب آیا اینها نشانه موفقیت شما بوده شما عاملین وضع موجود بودید مجموعه دولت شما شما به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تو اون سه سال آخر حالا تو 1400 از مردم انتظار دارید چیکار کنند بیان شرکت کنند با اون وضع اقتصادی که در ده سال در یک دهه اتفاق افتاده کرونا هست نارضایتی هست مردم باز 50 درصد اومدن رأی دادن 50 درصد نزدیک 50 درصد خب، این نشانه موفقیت در جایی که مردم هیچ اجباری برشون نیست بیان شرکت کنن رأی بدن اما اونچه که امثال عباس عبدی عبدالناصر همتی یا عبدالله رمضان زاده مطرح کردن و گفتن ترکیه برنده انتخابات این نتیجه مردم سالاری این نتیجه دموکراسی همون داستان اجباره همون داستان ترس از محرومیت های اجتماعیه تو ایران ما در یک دهه گذشته اقتصاد رو نابود کردید مردم نارضایتیشون زد بالا 100 درصد رد کرد اتفاقات تلخی رخ داد توی 96 توی 98 از 97 به بعد یک فاجعه در اقتصاد ما رخ داد این ارز 4 و 200 و فلان اینا که شما انتقاد میکنی انتقاد به دولت مطبوع خودت باید بکنی مردم که توش نقشی نداشتن که اتفاقا اینها به نظر من دارن حرفایی که درباره شورای نگهبان زده میشد و به غلط ازش میخواستن یک خروجی دیگه بگیرن رو دارن تایید میکنن یعنی چی همون نظارت استسوابی اینها تازه من شورای نگهبان رو میوه فروش نظام میدونم میگه آقا این پنج نفر این شش نفر رو ما احراز صلاحیت کردیم بیایید رأی بدید مثلا اجبارم نیست بکی رأی بده اما تو انتخابات ترکیه برگ رأی حاوی دو تا گزینه بیشتر نیست همونایی که کاندید شدن یا اردوغان یا گلیچدار یا اون یکی یعنی شما یکی از این ستا رو باید انتخاب کنی حالا بله اونجا احزاب سیاسی هست اینجا احزاب به اون صورت که باید باشه نیست فلان اینا بحثای است. علی میخوام بگم که حق انتخاب رو ببین تفاوت حق انتخاب دموکراسی یعنی همونی که در ایران هست یعنی تو به هر کسی که دوست داری میتونی رای بدی دوست نداشتی هم رای نمیدی شما نگاه بکن تو انتخابات 1400 آرا باطل چقدر رای میاره از آقای همتی هم بیشتر رای ور ظاهرن خب یعنی چی یعنی دموکراسی یعنی من دوست ندارم این 6 تایی که معرفی کردی این 10 تایی که معرفی کردی این 2 تایی که معرفی کردی هیچ کدوم رو قبول ندارم رای نمیدم اما تو ترکیه اینجوری نیست میگه باید رای بدی یا این یا اون حق انتخابت اون چیزی که ما تعیین میکنیم دموکراسی یعنی چی این یا اون چیزی که تو ترکیه بود قضاوت رو به بینندگان میسپارم اینها اصلاح طلب ها بودن این اظهار نظرهایی که کرده بودن آمارها رو هم که نشون دادیم از آمارهای بانک مرکزیه از کره ماه نیوردیم میتونید برید رو سایت نگاه بکنید ببینید خودتون قضاوت کنید و خودتون به نتیجه گیری برسید که دفعه بعدی به کی باید رأی بدیم به کسایی که این افکار رو دارن یا کسایی که میخوان بیان تحول ایجاد بکنن نمی دونم. یه کارهای بزرگی برای کشور انجام بدن هم نباشن بعد یه گند میزنن هم هستن مثلا این روی یه کلیپی دیدم از ابتهی رئیس دفتر محمد خاتمی این صحبتایی که حالا شاید تو برنامه بعدی بهش بپردازم یعنی گنده رو زدن طلبکارم هستن این خیلی بده امیدوارم که از تماشای این برنامه لذت برده باشید تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما خدای بزرگ و مهربون میسپارم خدا نگهدارتون